بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در آستانه 13 رجب، ساروز میلاد مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، مسئولان آستان مقدس علوی فضای این مکان مقدس را برای این ایام آماده کردند. بر همین اساس علاوه بر نصب پرچم‌های رنگی و چراغانی، پارچه نوشته‌ای نیز در اماکن مختلف حرم و صحن مبارک حرم مطهر نصب شده و برخی مناطق این مکان مقدس نیز با گل‌های مختلف و زیبا گلارایی شدند. دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مزار شریف افغانستان اقدام به توزیع 75 تن زغال سنگ بین خانواده‌های نیازمند، ایتام و علمای مزار شریف نمود. شیخ محمد رحمانی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف، صبح روز جمعه به خبرگزاری اخبار شیعه گفت چهارمین مرحله از توزیع سوخت زمستانی روز جمعه 7 رجب 1445 هجری در میان 370 خانواده از نیازمندان، ایتام و علما توسط دفتر مرجعیت در مزار شریف با همکاری اشخاص خیر و نیکوکار صورت گرفت. منابع محلی و رسانه از آسان‌تر شدن کسب تابعیت آلمان خبر داده و اعلام کردند که روز گذشته جمعه 19 ژانویه 2024 میلادی برابر با 29 دی ماه شمسی، نمایندگان پارلمان آلمان به طرحی رأی مثبت دادند که بر اساس آن شهروندان غیر آلمانی که به طور قانونی در این کشور زندگی کردند می توانند به جای 8 سال پس از 5 سال درخواست دریافت تابعیت بدهند. بر اساس قانون جدید همچنین در صورتی که متقاضی برای ادغام شدن توانایی‌ها و تلاش‌های بارز و برجسته از خود نشان دهد، می‌تواند در 3 سال تابعیت آلمانی دریافت کند. مثلا عملکرد مثبت در مدرسه، محل کار یا مشارکت مدنی بر اساس این طرح در آینده اگر یکی از والدین 5 سال به طور قانونی در آلمان زندگی کرده باشد، فرزندان او از بعد تولد تابعیت آلمان را دریافت خواهند کرد. در حال حاضر این امر پس از 8 سال ممکن است. زمین لرزه این نسبتاً بزرگی مناطق وسیع از استان اردبیل از جمله شهرستان گرمی، پارس‌آباد، بیلسوار و اردبیل را لرزاند. بنابر بررسی‌های اولیه، این زلزله با قدرت 4.9 ریشتری در کشور آذربایجان، ساحل خزر، جنوب غرب باکو و شرق شیروان در 10 کیلومتری عمق زمین رخ داده است.